ملیس، چیزی هست که میخوای به هم بگیاره؟ نه. چیزی شده؟ خب من نمیام بابا، چون نمیخوام مامانم تنها بمونه. دوست ندارم اینجا تنهاش بذارم، نمیشه. باشه، هر جور دوست داری. خوشگل منی تو عزیز دلم، قربونت بشم. کرم سایر تنها نشسته رو به دریا، چیه انگار مرده دیدی؟ چطوری پیدام کردی؟ 24 ساعت شبانه روز تحت تعقیبی. شوخی کردم بابا، شوخی کردم. راستش اصلا حس خندیدن ندارم. میگن ظاهرن درک کردی که چرا نباید ماشین برونی. تو انگار اومدی که منو مسخره کنی، نه؟ نه بابا، راستش ناراحت شدم. دیگه فامیل نمیشیم. یکم مونده بود تا فامیل بشیم و بشینیم با هم دیگه تخت نرد بزنیم. میگن اونجایی که تصادف کردی خط ترمز نبوده. کرم گوش کن، میدونم که به من ربطی نداره، ولی ارزش نداره واسه یه دختر بمیری. ملیس رو ببینم همین افکارتو بهش منتقل میکنم. من واسه خودت میگم. خب رابطه من و ملیس فرق میکنه. رابطه ما مثل شما موقتی نیست. من واسه اون میمیرم. پاش بیفته قاتل میشم. داری به زینب فکر میکنی؟ بذار اینجوری بهت بگم، یه دقیقم نیست که بهش فکر نکنم. امروز حالم بهتر شده، دویدن خیلی خوبه. اولین باری بود که در حد چند دقیقه به اون فکر نکردم و به کارام رسیدم. اینم خودش خوبه. خیلی سخته کسی رو که عاشقشی از ذهنت بندازی بیرون. مثل یه بیماری مزمن میمونه که از بدنم بیرون نمیره. هنوز روزی که رفتم بیمارستان جلوی چشمامه. اونجا ازش خدافظی کردم، تونستم این کارو کنم. یعنی میشه که یه روز کلن فراموشش کنم. یکم هم از اتفاقات خوب بنویسم. امشب قراره یه اتفاقی بیفته که نصیب هر کسی نمیشه. بابام داره میاد خواستگاری مامانم. چشمای مامانم برق میزنه. اصلا اینجوری ندیده بودمش. زینب جان، زینب یه لحظه میه اینجا. اومدم. بیا بیا. وای خیلی خوشگل شده. جدی میگی؟ پس چی فکر کردی مامان بابا مست خوشگلیت میشه؟ خب پس حالا اینم ببند تا ببینیم چجوری میشه. درست شد. چطوره؟ عالی شد، فوق‌العاده شدی مامان. وای جونم. های زینب این کارا رو نکن، اشکم در میاد، آرایشم خراب میشه. خب تازه آرایش کردم. خیلی خوشگل شدی، خیلی خوشگل شدی. تو دختر خوشگل منی. تا دیروز یه دختر کوچولو بودی، ببین چه بزرگ شدی. یا میخوای شوهر کنی؟ میخورم اتا دیوونه. مزشو ببین. من نمیتونم خودم رو نگه دارم، من میرم.
آره برو برو زودتر. خوش اومدی عزیزم. این چیه؟ نمیدونم، من میخواستم از تو بپرسم. این چیه؟ ملیس دخترم، من مخالف دیدار تو دوست پسرت نیستم، ولی اصلا دلم نمیخواد همچین برنامه هایی داشته باشین و با هم بمونین. مامان آکسل اینجا نمود، یه چیزی ریخ روش، برای همین اینو عوضش کرد. فهمیدم، اگه میگفتی این پیرن مال آکسل نیست باور کردنی تر میشد. خیلی بد بود توجیهت. میتونی باور نکنی مامان جون، مجبور نیستم یه کاری کنم که باور کنی. جون من ولم کن. ملیس جان ما فقط داریم صحبت میکنیم، همین. مامان تو رو خدا کاری به کار من نداشته باش، خواهش میکنم. نمیشه باهاش حرف زد. واو عالی شده. یه سوال جان. خوب شده به میال؟ جدی میگم خیلی خوشتیپ شدی. راستی یه چیزی، چرا انقدر در سر صدا میکنه؟ ببین من خیلی هیجان زدم، اگه سوتی چیزی دادم چرت و پرت گفتم اشاره ای بزن. باشه باشه، اصلا نگران نباش. با بزرگیت اومده؟ آره توه. باشه با ویلا بگیر اینا. نه نه نه، این یکی رو خودم میبرم، اونو تو بیار. خوش اومدی. مرسی عزیزم. ممنون. خوش اومدی. زنده باشید. خب بفرمایی تو. بفرما. بفرمایید. بخندی میکشم ادا. زینب جان کلو رو میذارم اینجا. بیا عزیزم. بفرمایید آقا کرم. ممنون. مامان آقا کرم اومده، امشب پیش ما میمونه. بفرمایید. خدا بگم چی کارت کنه افق. خب خبر میدادی یه چیزی آماده کنم دیگه. نه 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 ببخشید، آقا تقصیر من بود، دیر به افق خبر دادم. احوال شما خوبین؟ خوش اومدی کرم جون. پسر گلم شنیده بودم تصادف کردی. من یه دفعه دیدم که اومدین. ببخشید که اینجا ریخت و پاشه. نه بابا خودتون اذیت نکنید. بفرمایین بفرمایین بشینین. باشه مامان. حله نگران نباش. بفرمایید. ببخشید دیگه، من اینا رو ببرم. ای بابا دردسر شدیم واسه مامان تو. بابا این چه حرفیه، اون همیشه اینجوری نگرانه کم و کسیه. چطور شد؟ پاتون بهتره؟ ای چی بگم، بد نیست. اوضاع چطوره؟ خدا رو شکر آقا کرم. شکر. چیزی میخوری پسرم؟ چیزه، چرا دروغ بگم، مثل گرگ گرستم. آره جریان اینجوریه. اون موقع دولت میخواستم اینم از دستم در بیاره. البته من مخالفت کردم و خب میخوان الان زمینای پدریمو مفت از چنگم در بیارن. چطوره بابا؟ خوشت اومد؟ خیلی داغود. خوب عالیه. فقالت حساب میکنم. تو همین
گیر و دار دولت اومد و اونجا جاده زد. کجا؟ کنار همون زمین دیگه. البته دو سال بعد یه رانش زمین هم اتفاق افتاد و جاده ناپدید شد. بعد اونم همون جوری موند و یه جاده دیگه زدن. بابا بزرگ، این داستانای تو خیلی جالبن، ولی بذار یکم بابا هم حرف بزنی. باشه. خب پسرم حرفتو بزن دیگه، اصلا چیزی نمیگی که. باشه چشم، حتما عرض میکنم خدمتون که چرا اومدم اینجا. خیلی وقت پیش البته باید میومدم. ببینم تو طلاق گرفتی؟ باورم نمیشه بابا بزرگ. عجب. بله، خلاصه این که ببینید جریان اینه، میخوام با اجازه شما با دخترتون دمت ازدواج کنم، البته اگه شما اجازه بدید. یعنی میتونی خواستاشو تامین کنی؟ ای وای، شوخی کردم، خیلی خوب. باشه اجازه میدم. دستتونو میبوسم. اوپا خیلی از تو تعریف میکنه، خیلی شیطونی داره. مامان چی میگی؟ زشته. خب تو دخالت نکن، دارم با پسرم کرم صحبت میکنم دیگه. اسم دختره زینب. افق میگفت که پیشنهاد ازدواجی که بهش دادی فوق‌العاده بوده. خب بعدش چی شد ها پسرم؟ اتفاق بدی افتاد؟ بله دقیقاً همینطوره، ولی تقصیر من بود، من اشتباه کردم. دخترم برگشت شهر خودش. ای بابا، دقیقاً مثل سریالایی که من میبینم. تو این سریالا هم عاشقا اصلا به هم نمیرسن. دقیقاً. مامان جان چی داری میگی؟ آره دیگه، جریان ما هم همونطور شد، یه کوچولو اشتباه کردم. اون دختره نمیتونه کسی بهتر از تو پیدا کنه. ماشاءالله پسر به این خوبی، اوضاع اقتصادیت هم خوبه، داره ناز میکنه بابا. حالا ببینیم چی میشه، فردا میرم پیشش تا ببینم ناز میکنه یا نه. آفرین. آره برو. پسرم من دیگه برم بخوابم، شما هم راحت باشین. اگه یه وقت سیر نشدین تو یخچال سوسیس تخم مرغ هست، درست کنین واسه خودتون بخورین. باشه باشه مامان، حلش میکنیم. دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه. نوشه جونه تو، من که کاری نکردم که. چه حرفی؟ آقا کرم واقعا ببخشید. آها افق چرت نگو بابا، مامانت آدم فوق‌العاده‌ایه، به نظرم واقعا باید قدرش رو بدونیم. آقا کرم اینجوری اصلا خوب نیست، کاش اتاق من میخوابیدین، من اینجا میخوابیدم. نه افق من اینجا راحتم، ممنونم، واقعا ازت متشکرم. باشه شبتون بخیر. شب بخیر. احمد آقا شبتون بخیر. جاله خانم، اتفاقی افتاد این وقت شب؟ باید درباره یه چیزی باهاتون حرف بزنم. امروز کرم اومد مدرسه. من شدیداً عذاب وجدان میگیرم اگه اینو نگم. متوجه حرفاتون نمیشم. احمد آقا، کسی که کرم و زینب رو دزدید محمد بارول بود. شما از کجا میدونید؟ این اصلا اهمیتی نداره، من اصلا فکر نمی کردم همچین کاری بکنه. خیلی تند رفت، منم نمیخوام قضیه بیشتر از این پنهون بمونه. جاره خانم من نمیفهمم، میشه رو در رو صحبت کنیم؟
چیزی واسه رو در رو صحبت کردن نداریم، فقط خواستم این موضوع رو بدونی. خدا حافظتون. خب حالا چی برنامه شما چیه؟ برنامه چی؟ عروسی و اینا دیگه، میخواین چی کار کنین؟ سوالم اینه. عروسی؟ اما عثمان که قبول کرد دیگه، همه چی حل دیگه. من که اینجوری فکر میکنم. به همین راحتی ها نیست که. دخترم تاریخ عقد که مشخص شد، دیگه کاری نباید بکنیم، میریم عقد میکنیم و تمام. خب عروسی چی؟ زینب عروسی چی؟ اولا که وقتی این کارا رو نداریم در سنی با این سن و سال، عروسی دیگه چیه؟ وایسا ببینم سنمون مشکلش چیه، مگه چشه؟ ای بابا، منم همینو میگم، جوونین هنوز، در سنی بدون عروسی که نمیشه. من تدارکشو دیدم. چه کار کردی تو؟ مامان جونم لازم نیست ازم تشکر کنی، بعضی کارا رو انجام دادم. یه لحظه وایسا، من باید برم کارتاتونو پخش کنم. خب عقدتونم همونجا برگزار میکنیم. زینب چی کار کردی؟ چی میگی؟ تو ولکن بزرگ کاری میخواد بکنه دیگه. دقیقا، من دیگه برم سراغ کارتا. نوشه جونتو، من خیلی کار دارم، دارم دختر شوهر میدم و کار راحتی نیست. خدافز. اینه دیگه. راستی یادم رفت بپرسم، با ملی صحبت کردی؟ صحبت کردم، میترسیدم اولش، ولی برعکس واکنشش بد نبود. جدی میگی؟ باور کن، البته درمانش تأثیر مثبت گذاشته، رفتارش خیلی بهتر شده و دیگه بچه که نیستن. میبینی که این یکی داره برنامه عروسی ما رو ردیف میکنه. ای بابا، این دختره کجا موند؟ سر کارمون که نذاشته نه؟ نمیدونم به خدا، اصلا قابل پیشبینی نیست. البته منم عاشق همین ویژگیش شدم. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. همین جوریش به زور از مامانم اجازه گرفتم، دیگه نمیذاره. شوخی میکنید؟ نه این که نیست. داداش به خدا فکر نمیکردم همچین چیزی باشه، میدونستم که کنسل میکردیم. آینش افتاد. آینه افتاد؟ آره حتما میچسبه، افتاد دیگه. خب بچه ها حاضرین؟ والا ما حاضریم، ولی ظاهرن این اصلا حاضر نیست. چرت نگو، ظاهرش هم نگاه نکن، دختر من قویه. باید حدس میزدم همچین چیزی بیاری. چاره ای نداریم دیگه، بریم. به نظر مینیبوس خوبیه. آره خیلی خوبه. خاموش شد نه؟ آره خب قدیمیه، بعضی وقتا هم خاموش میشه. نه ولی من جدی گفتم، مینیبوس خوشگلیه. بس کن صدات، قرازه است دیگه، بس کن. خدا به خیر بگذرونه. خوشتیب جان، لطف کن یه هولی بده تا ماشین روشن بشه. بدو زود باش. صداد؟ صداد میخواد هول بده؟ خودت بیا دیگه. باید خودم برم. برو عزیزم، برو. امیدوارم زورمون برسه. یالا بیا اینجا. صبح بخیر، چه خوب شد که دیدمت. صبح بخیر آکسل جان، خوب به حرفام گوش کن، من ازت خوشم میاد، آدم متفاوتی هستی. با ملیسم رابطه خوبی داری، برای همینم به بیرون رفتناتون گیر نمیدم. ولی برای چیزایی که تا الان گفتیم ممنونم. حرفمو قطع نکن. ببخشید. اصلا از اینکه بعضی وقتا شب با هم تنها میمونین خوشم نمیاد. آخه همچین چیزی نشد. من احمق نیستم، منم جوانی کردم، محیطی هم که توش بودم خیلی بسته تر از این بوده. در این حال خیلی کارام کردم، واسه همین به من دروغ نگو. میدونم که شب اینجا موندی، قبلشم ملیس خونه شما مونده بود.
ملیس خونه من مونده. بله، شبی که از بیمارستان اومد و فرداش صبح اومد خونه. خونه ای تو نمونده بود؟ آره، خونه ما بود. خیلی خوب، پس این آخرین بارتون باشه، دیگه اجازه نمیدم. فهمیدی؟ فهمیدم، نگران نباشی. عالی، روز بخیر. مرسی که بهم اعتماد میکنی. خوبه آدم بتونه به یکی اعتماد کنه. آره، ولی به هر حال راحت نیست. تو بزرگترین اسرار تو بهم گفتی. ولی اصلا نگران نباش، من راز تو به هیچ کس نمیگم. ممنون. پلاک 16 بود دیگه، نه؟ بذار نگاه کنم. آره، خودشه. بیا بریم تو. سلام، کسی اینجا نیست؟ آیسر خانوم بفرمایید. سلام، تلفنی صحبت کرده بودیم، باری شردوانم. اومدم عشقم. صبح خیر. چی شده؟ چیزی شده؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟ اون شبی که از پیش من رفتی کجا موندی ملیس؟ چی؟ واقعا نفهمیدی یا داری دروغتو جور میکنی؟ آکسل، جریان چیه؟ یه سوال ساده ازت پرسیدم. مامانت فکر میکنه اون شب پیش من بودی، ولی نبودی. اون شب کجا بودی؟ الان داری بازخواستم میکنی؟ آره دقیقاً. از اینکه هنوز چیزی نگفتی اساسی اعصابم خورد شده. پیش دیلان موندم، خوبه؟ پیش دیلان موندی؟ آره پیش دیلان موندم. خب اعصاب نداشتم، ناراحت بودم، رفتم پیش اون دیگه. انتظار داری بهت بگم کجا موندم پس؟ ببینیم راست میگی یا نه. آکسل چی کار داری میکنی؟ گوشیمو بده. آکسل خواهش میکنم گوشیمو بده، خواهش میکنم ازت. آکسل گوشیمو بده. آخه مگه بچه بازیه؟ باورم نمیشه. آکسل خدا لعنتی. آی تاکسی، یه لحظه لطفا کالج سایر. میشه یکم سریع تر بری؟ بیشتر برم جریمه میکنن خانم، آخرش همینه. من نمیتونم کمکتون کنم. قبلا یه بار این قضیه برامون دردسرساز شد. کاری با ما نداشته باشین. چرا متوجه نمیشین؟ من فقط میخوام پسرتون رو ببینم. مراد توی اتاق خوابیده. ببین آقا، لطفاً برین. آیسل خانوم، من پشت تلفنم بهتون گفتم ما روزنامه نگار نیستیم. یکی از بستگانمونم همین وضع داره. میخوایم با هم دیگه از خانواده سایر شکایت کنیم. قراره با هم دیگه علیه اونا بجنگیم. خواهش میکنم با ما کاری نداشته باشین. همین جوریش هم مشکلمون بزرگه. فقط خواهش کردم ازتون. ما نمیخوایم بخشی از این ماجرا باشیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم برین از اینجا. خیلی خوب باشه، تموم شد. مقصر منم، مقصر همه این اتفاقا منم. نه اینجوری نگو. اگه اون دارو رو من تست نمی شد الان وضعیت اینا اینجوری نبود. خب اونجوری قرار بود بمیرن. خب برو از اون پسره بپرس ببین ترجیح میداد بمیره یا اینجوری زندگی کنه. برو بپرس.
خانواده سایر با عذاب دادن خانواده هایی مثل همین اینا به پول میرسن، ولی نمیشه. همه شونو میگیرم میدم به اینا. حالا میبینی. باشه، ولی آخه هیچ کدوم نمیخوان شکایت کنن. میخوای چی کار کنی؟ از کی میخوای کمک بگیری؟ یکی رو میشناسم، یه نفر که میتونه کمکم کنه. فقط باید بتونم پیداش کنم. نوشه جون. مرسی. امروز نمیدوی؟ والا دنبال کارهای عروسی میدوام، دارم رکورد میزنم. خیلی خسته کننده است این کارا. خب بیا بشین، بگم برات چای بیارن. نه نه نه، اصلا وقت ندارم، دارم کارهای عروسی رو میکنم. فقط یه چیزی ازت میخوام. باشه بگو. شب که اینجا بسته میشه، من میتونم یه سری از کارهای عروسی رو انجام بدم؟ بله که میتونی، تازه منم کمکت میکنم. باشه، حالیه. ممنون. خواهش میکنم. خیلی خوب، پس شب میبینم. باشه باشه، خدافظ. اون خروجی، بابا خروجی رو رد کردی. واسه چی از اونجا برم؟ خب تو مطمئنی راهو میشناسی؟ لازم نیست بشناسم، میبینی دیگه، نقشه دارم. آروم 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 آروم، گرفتمش. ای بابا، همین میشه وقتی یه دیوونه رو میشونین پشت مینی بوس. ای بابا، نمیریم خوبه والا. ببین، من سوالمو پس میگیرم. پرسیدم راهو میشناسی، اونو ول کن. تو اصلا گواهی نامه داری؟ سوال اصلی من همینه. جاده رو درست اومدی مددن؟ نه یار، فرمونو ول کن. راستی من جی پی اس هم دارم ها، اگه به دردتون بخوره. واسه چی این همه غور میزنی؟ حله دیگه داداش، هیجان زده شدی. به نظرت زینب چی کار میکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ قبول میکنه و آشتی میکنن دیگه. آره خب، به هر حال کرم داره میره تا اونجا. من مطمئنم برگشتنی. زینبم تو همین مینیبوس کنارمونه، به هر حال جواب میده دیگه. ها؟ آره خب. دیلان، میبینمت. چه خبره؟ سلامتی هست و چه خبر؟ سلامتی. چیزه، یه سوالی ازت دارم. هفته قبل که یه شب ملیس پیش تو مونده بود، یادته کتابش یادش رفته، اونو میخواست. کتاب چی؟ چی یادش رفته؟ نمیفهمم. یعنی چی؟ ملیس پیش تو نمونده بود؟ اگه اینجوریه بگو، شاید دست یکی دیگه باشه. واسه ببینم، هفته قبلو میگی؟ آها. هفته قبل ملیس خونه ما بود، ولی کتابی چیزی یادم نمیاد. خونه که برم دنبالش میگردم. باز پس ملیس خونه شما مونده؟ نه آره، گفتم که ملیس خونه ما مونده. یه شب ملیس اصلا دنبال من نیا، اصلا. ملیس لطفا یه لحظه وایسا. خیلی خوب، ببخشی خریت کردم، غیرتی میشم، خب چیکار کنم؟ نمیفهمی به چی میگم؟ میگم دنبالم نیا، این کار تو اصلا فراموش نمیکنم. روز بخیر. روز شما هم بخیر. میخواستم با آقت صحبت کنم. وقت عقدتون مشخص شده؟ آره مشخص شده، ولی جاش عوض شده. چند لحظه منتظر باشین، من بهتون خبر میدم. شما به شهرداری درخواست ازدواج دادین، درسته؟ دوست من، مطمئن نمیخوای ازدواج بکنی؟ دورو برتون نگاه کن، دختر فوق‌العاده‌ای میشه دید، مگه نه؟
واسه چی میخوای خودتو محدود کنی ها؟ واسه چی؟ برو کم واسه خودت حال کن، لذت ببر عزیز من. حق با منه دیگه، درسته؟ آره دیگه. عزیزم چی داری نگاه میکنی؟ اشتباه متوجه شدی؟ چیو اشتباه فهمیدم؟ گلم سوء تفاهم شده. داره حرف میزنه. بابا من همچین کاری نکردم. تو فکر کردی داری چی کار میکنی ها؟ ببخشید خانم، شما اعتراضی دارین؟ نه نه، من اعتراضی ندارم، واقعا ببخشید، خیلی عذر میخوام. میخواستم ببینم کسی با این عقد مشکلی نداره. نه بابا چه اعتراضی، خوشبخت بشن انشالله. این خانم کیه؟ عزیزم به خدا نمیشناسم، الان دیدمش. والا به خدا من نمیشناسم اتون، واقعا واسه شما آقای سچکین آرزوی خوشبختی دارم. اسمتم میدونه. خب تو الان گفتی. آره همین الان خودتون گفتی، من که نمیتونستم اسمشون چیه. خوشبخت بشین انشالله. خوش اومدین تونی خانم. سلام، ممنون. سلام. اینه واسه بچه چند ماه هست، واسه نوزاد که نیست. نه لباسای نوزاد اون طرفه. فهمیدم، ولی خب اینا خیلی قشنگن، اینا رو میخوام. بچه تو راه تونی خانم؟ بله، یکی از نزدیکام قراره زایمان کنه، برای اون میخوام. چه خوب، مبارکه. دختره یا پسر؟ والا منم نمیدونم، برای همین لباسایی که میگیرم باید هم برای دختر باشه هم برای پسر، برای جفتشون خوب باشه. اینم میخوام، اینم قشنگه. بفرمایی دیگه، بسته، همینا رو میخوام. بفرمایی. ممنون. میگم اگه خسته شدی یکم استراحت کنی. نه تو یه جهتیابی بکن ببین دقیقاً کجاییم. خب اینترنت نداریم الان. الان قدر نقشه منو باید بدونی. آره الان بهترین کارو کردی، وایسادی. میتونیم نقشه رو چک کنیم و راهو پیدا کنیم. آخه من وای نسادم که. پس چی شده؟ چی شد، رسیدی؟ آره رسید. مروه چی شده؟ انگار بنزین تموم شد. انگاری دقیقاً مثل این فیلم‌های ترسناک میمونه. فقط یه قاتل بینمون کمه که تک تک ما رو بکشه. مامو جان چی کار داری میکنی؟ تو هم با اون سقط جوونا ببخشین، منم تا یه جایی میرسونین. عمو ببخشید ولی بنزینمون تموم شد. نزدیک جایی هست بشه بنزین 400 500 متر اونورتر یه پمپ بنزین هست، ولی خب خودتون برین، من رفتم. ایوه پشه پشه. ایوه سلام، روز بخیر. بفرمایید. من میخواستم کیک عروسی سفارش بدم. خواهش میکنم، چه جوری میخواید؟ یه همچین چیزی دیگه، میوه‌ای هم دارین؟ بله، من یه بروشور میارم براتون تا مدل ها رو قشنگ ببینید. باشه. پست زینب. ای بابا ببین، منو ببین، سرتو بر نگردون. میدونم که هنوز خواب منو میبینی. ای شیطون، فکر کردی نمیدونم؟ منو ببین، گم شو از جلوی چشم دور شو، من خوابت هم نمیبینم. ببین خجالت نکش عزیزم، منو دوست داری دیگه، مگه دروغه؟ نه دیگه، من دارم دیوونه میشم.
دیوونه شدم دیگه. خب ممکنه تو دوستم نداشته باشی، ولی این که کنارم وایستاده عاشق منه. منو نگاه نگاه کن، دستتو نزن به اون. نبوس گفتم نبوسش عوضی. بیا حالا ببوسش، ببوس دیگه لعنتی. خانوم بفرمایی. خیلی ممنون، مرسی. یعنی فقط اینا رو دارین دیگه؟ آره. ای خدا. دیگه آقایون بریم ببینم چی کار میکنی. این انصاف نیست، مگه میشه این همه راه رفت؟ گریه نکن، بس کن دیگه، یالا را بیا. فعلا عزیزم از کنار برین، تو جاده راه نری. خدافظ. مامان زنگ بزن اینقدر زنگ بزن دیوونه شی. الو چی شد ملیس؟ نمیخوای بگی؟ مردم از کنجکاوی. مدرسه هم چند بار پرسیدم ولی نگفتی. حسن باید بیام اونجا تا بگی جریان چیه؟ تعریف میکنم برات. اول اینکه واقعا ازت ممنونم، جونمو نجات دادی دیلان. خب آکسل چه شده بود؟ مجبور شدم بهش بگم پیش تو مونده بودم، اونم میخواست دروغمو در بیاره، ولی واقعا جونمو نجات دادی. تو واسه چی به آکسل دروغ گفتی؟ خب ولش کن بابا، چیز مهمی نیست. نکنه به کرم مربوط میشه؟ امروز آکسل میگفت با کرم صحبت کرده. با کرم صحبت کرده؟ کی؟ من چه میدونم آخه، داشتم از کنارش رد میشدم شنیدم. ببینم، مطمئنی گفت کرم دیگه؟ آره مطمئنم. ملیس نمیخوای توضیح بدی جریان چی بوده؟ خیلی خب باشه، بعدم بهت زنگ میزنم. خب ملیس ای بابا.